الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لك به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است آیات نورانی سوره مبارکه غافر رو تعقیب کنیم انشاءالله. آیه که خوانده شد آیه 41 است که بعد از آیات و مباحث قبل امشب بازگو می شود. در نوبت پیشین گفتیم که فرعون با یه سیاست مزورانه‌ای می خواست بر اساس پدیده ی حسگرایی اذهان جامعه رو معطوف کند به اینکه موسی شما رو دعوت به الهی می کند که دیده نمی شود. اشاره کردیم که ابزارهای شناخت فقط حس نیست، پاره از مسائل است که محسوس ماست، یعنی به حواس پنجگانه ما لمس می شود. موجود مساوی با محسوس که نیست، ما موجودات بسیاری داریم که اینها دیدنی نیستند، خیلی پدیده های خلقتند که اینها که بنا نیست با چشم دیده شوند. وجود اینها ممکن است آثار اینها دیده شوند، مگر کسی عقل رو میبیند؟ مگر کسی وجدان رو میبیند؟ ما آثار وجدان رو میبینیم، نه خود وجدان رو. اینطور نیست که هر شیئی دیده نشود وجود ندارد، هر شیئی که دیده شود وجود دارد. نه، این ارتباط و تلازم یه تلازم قطعی و منطقی نیست. اونگاه به دنبال این که این مطالب رو بازگو کرد، باز دیدیم که ابتکار عمل رو اون بزرگ مردی که قرآن اون رو مؤمن عارف فرعون نامید به دست گرفت، باز همون مطالب بسیار زیبای این بزرگوار رو مطرح کردیم خدمت عزیزان که اساس جهان بینی رو زیر نظر قرار داد و تصحیح کرد. تا شما نگاهتون به دنیا عوض نشود به همین منوال ادامه خواهید داد. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. شما ببینید دنیا در نظرتون چه جایگاهی دارد، اونگاه می توانید سیاست گذاری صحیحی در زندگی داشته باشید، که حقا همین است عزیزان. واقعا این شناخت های ما به پدیده های مختلف خلقت است که موجب می شود رویه و عمل کرد ما با این موضوعات عوض می شود. تا ما چگونه نگاه کنیم حتی در برخورد های اجتماعی مگر غیر از این است؟ ما نگاهمون یه، فرض کنید یه بازاری، یه تاجر نگاهش به مشتری چیست؟ آیا به چگونه مشتری رو نگاه می کند؟ آیا طلبکار از مشتری است؟ آیا اون رو یک ابزار منفعت صرفاً میبیند، یا نه یه انسانی میبیند که در یه مشارکت اجتماعی میخوان با هم یه بهرهایی رو ببرند؟ در این صورت اگر با نگاه مشارکت گونه نگاه کند احترام و کرامت میاد، ولی ممکن است احترام و حرمت نیاد. کما که در سیستم های اقتصادی که این دید وجود دارد موفقند، میتونن تعامل خوبی با مشترکان خودشون، با مراجعین خودشون به نحو احسن برقرار کنند و اونها رو جذب کنند. انسان در زندگی به همسر چگونه نگاه میکند، به فرزند چگونه نگاه میکند، شیوه نگاه ما به پدیده ها و حقایق رفتارهای ما را تغییر میدهد و تصحیح میکند یا دچار دشواری میکند. پس مهم است نگاه ما به دنیا. ما طبیعت رو چه میبینیم، عمر رو چگونه میبینیم، زندگانی را چه تفسیری برای اون داریم؟ تمام اینها اصلا رفتارهای ما رو دگرگون می کند. لذا این بزرگمرد فرمود شما برید ابتداعا نگاهتون رو به دنیا تصحیح کنید، ببینید دنیا دارالقرار است یا دارالممر است، باید گذر کرد یا باید مان و متوقف شد، اونگاه خیلی از مسائل دگرگون می شود برای شما.
اینجا مکانی است که متاع است، اشاره کرد، و من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها. بعد اونگاه در این سرا چه باید کرد؟ عمل، اون کسی که عمل سیئه انجام میدهد عین عملش رو میبیند، کسی که عمل صالح انجام میدهد، چه زن چه مرد تفاوتی نیست، اگر مؤمن باشد وارد میشود بر رضوان الهی و پاداش اون به غیر حساب. این پایان عرائض نوبت پیشی. باز هم در ادامه این کلمات آخرین قسمت مطالب این بزرگ مرد رو انشاءالله امشب بررسی میکنیم. و یا قوم مالی ادعوکم الی النجاح، با همان لحن مهربانانه میگوید که ای قوم من، ای خیشان من، ای کسان من، ای جماعتی که من با شما فصل مشترک به هر حال قومیت دارم، ما از یه نژادیم، یه تباریم، یا قوم مالی ادعوکم الی النجاح، من شما رو دعوت به چه میکنم؟ شما من رو دعوت به چه میکنید؟ من از شما چه خواسته ای دارم؟ شما از من چه خواسته ای دارید؟ بیایید و منصفانه این دو خواسته رو در ترازوی نقد بگذاریم، ببینیم آیا خواسته من خواسته اصولی و منطقی است یا اون چه شما من رو به اون دعوت میکنید. مالی ادعوکم الی النجات، من شما رو به نجات میخوانم، من شما رو به برون آمدن از ظلمت و هر تیرگی دعوت میکنم. و تدعوننی الی النار، شما من رو به آتش و قهر میخوانید، من شما رو به سعادت، شما من رو به هلاکت. آیا میشه این دو دعوت رو محتوای یکسانی برای اون قائل شد و یک نگاه داشت؟ آیا واقعا شما آنی که من برایتون میخواهم شما برای من میخواهید؟ تدعوننی لأکفر بالله، نار چیست؟ تو میگویی که جامعه تو را دعوت به آتش میکنن این مؤمن. تدعوننی لأکفر بالله، شما از من میخواهید که کفر بالله العلی العظیم بورزم، یا شرک به اون بورزم، یا انکار کنم خالق وجود را، یا در کنار اون دیگری رو بنشانم، موجود ضعیف ذلیل مخلوق دیگری رو بنشانم که بگویم که در کنار او اختیاری دارد، اراده‌ای دارد، فرمانی دارد، وجودی دارد در قبال وجود خداوند سبحان. اون هم اشرک بی ما لیس لک به علم. همیشه بعد از شرک این کلمه رو نوعا در قرآن میبینیم. شرک یه امر علمی نیست، یه چیزیست که برخاستگاه اون وهم است، جهل است، نادانی بشریت است. و الا اگر آدمی دوچار خرد، اگر بر اساس منطق و خرد و عقل و علم حرکت کند، به سوی شرک پا نمیگذارد و حرکت نمی کند. فرمود و اشرک بی ما لیس لی به علم و انا ادعوکم الی العزیز الغفار. او من شما رو میخوانم به کی؟ من شما رو در بخانه چه کسی میبرم؟ من دست شما رو در دست چه کسی میگذارم؟ من آشتی بین دلهای شما و کدام صاحب دل دلبری و دلربایی ایجاد میکنم؟ العزیز الغفار، من شما رو دعوت میکنم به عزیز غفار، العزیز الغفار. خب خیلی زیبا میگوید. ببینید کلمه العزیز نامی است از اسامی بسیار بلند خداوند سبحان، از کلمه عزت می آید. عزت اون شوکت، عزت سربلندی، عزت پیروزی، بهروزی، تمام اینها معانی است که در کلمه عزت وجود دارد. اما قله عزت واژه عزیز است. ما عزتی فراتر از عزیز نداریم و تمام در طول تاریخ اگر نگاه کنید، خیلی از بزرگان، خیلی از کسان در جامعه دوست می‌داشتند متصف به این صفت باشند. خیلی از بزرگان رو عزیز می‌گفتند، شخصیت‌های مملکتی را ایها العزیز. به بزرگ مصر عزیز می‌گویند. جامعه بت‌پرست عرب در پی این است که عزیزی رو پیدا کنه، یا عزایی رو پیدا کردند و به پای اون سجده می‌کنن، یا بت عزایی رو پیدا کردند و میگن نحن لنا العزا ولا عزا لكم. در جنگ احد وقتی ماجرا به اونجا کشید که بالاخره به ظاهر ابو سفیان و یارانش یه موفقیتی پیدا کردند و اون وضعیت برای مسلمانان پیش اومد، دستور داد که بت عزا رو بلند کردن بر فراز دست، نحن لنا العزا ولا عزا لکم، آوردن به جنگ برای پیروزی. ما عزا داریم، شما عزا ندارید. این رو به افتخار میگفتن برای مسلمانان. خب پیغمبرم وقتی عرض میکردن به دوستان، گفتن کلوخ انداز را پاداش سنگ است، به معنای صحیحش فرمودن جواب بدید، بگید اگر شما میگوید نحن لنا العزا ولا عزا لکم، بگوید الله مولانا ولا مولا لکم، الله مولانا و
بلا مولا لکم. ادامه دادن دونها، این قسمت بعدی رو هم بگم، ادامه دادن مشرکان و گفتن که اعلو هبل، اعلو هبل، زنده باد بت هبل، پیروز باد بت هبل. پیغمبر باز بر همون آهنگ و بر همون وضع، ببینید این خیلی مهمه، جواب رو باید با همون شیوه به اصطلاح وارد شدهش داد، شبهه رو باید از همونجایی که میاد دفعش کرد. این منطق خود پیغمبر و رویه نبی مکرم بوده است. اعلو هبل، اعلو هبل. پیغمبر فرمودن بگید الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل. مسلمانان شعار میدادن و پاسخ شعار را با شعور میدادن و مطرح میکردن و بازگو میکردن. من شما رو دعوت به عزیز میکنم، اون عزت بخش وجود و هستی. میگه عزیز از ازل تا ابد نیست، اون هم ذات اقدس اله خداوند سبحان. هیچ کسی دیگر در وجود عزیز نیست. عزیز علل اطلاق به معنای مطلق فقط خداست، یعنی اون پیروزی که هیچگاه شکست ندارد، اون کسی که هیچ اراده بر اراده او غالب نیست. یعنی ما هر کسی رو بگیم در میان آدمیان، انبیا رو بگید، اولیاء رو بگید، صلحا رو بگید، حکما رو بگید، هر کی رو بگید تو وجود، اراده اون مغلوب اراده خداوند است. این پس عزیز نیست. عزیز واقعی اون کسی است که اراده او هیچ فوقی ندارد. لیس فوقه شی، دیگه فوق او شیئی نیست، کسی به اون فرمانی نمیدهد، ارادش مغلوب نیست. و این انحصار دارد یه کلیه که منحصر در خداوند سبحان و بس، و مصداق دیگری هم پیدا نمی کند کلمه یه العزیز که خدای سبحان است. منتها زیبایی بس این است که همیشه در قرآن هرگاه العزیز می آید، به دنبال اون یه صفت بعدی میاد. وقتی خداوند سبحان العزیز یاد می کند، سریعا العزیز الحکیم، العزیز الرؤوف، العزیز القفار. می بینید این صفات بعدی میاد. علتم روشن است. خب وقتی اون اوج قدرت، وقتی اون اراده قهار غالب مطلق به ذهن انسان میاد، ما این رو در اندازه های کوچکش در میان بشریت دیدیم، در میان انسان ها دیدیم. وقتی قدرت در یه جا جمع شد، یه مقداری احساس اطلاق در این قدرت شد، میبینید که مشکلاتی به بار میآورد برای جامعه بشری. قدر قدرت ها، قوی شوکت ها همیشه آتش در میان جامعه روشن کردند، همیشه به ظلمشون انسان ها رو نوعا سوزاندند. تا که این کلمه العزیز به کار برده میشود، خداوند به تعبیر عرب ها دفع دخل مقدر میکند، یعنی زود یه حالت احترازی میاد و هشدار و در این حال آموزش. العزیز القفار در اینجا، العزیز الحکیم. خداوند عزیز است، اما این عزت و اقتدار و قدرت همیشه قرین با حکمت است. چه خوش است که قدرت در کنار حکمت باشد. اگر قوی حکیم دیدید، بدانید که دنیا رو گلستان میکند. یه قوتی که در کنار اون حکمت باشد، شمشیری که در کنار اون قلم باشد، در خدمت یکدیگر باشند و با هم کار کنند، نه مقابل هم بیستند. العزیز الحکیم، یا در جای دیگر فرمود العزیز الرؤوف. در آن اوج اقتدار، وقتی این قدرت و این جذبه و این حالت ایجاد میشه، دیگه انسان احساس میکنه این قدرتمندان این چه نیست، سر سوزن در دلشون مروت و رحم نیست. العزیز الرؤوف، خدایی که در اوج اون قدرت اونقدر عفت دارد، اونقدر عفت دارد که نمیخواهد دل کوچکترین بندگان خودش را آزرده کند و بشکند. هرگاه اینها گفتن آمدیم، میگوید خوش آمدید، نمیگوید دیر آمدید، نمیگوید چرا آمدید، نمیگوید دست خالی آمدید، دست پر آمدید. هیچ دلی را نمیخواهد بشکند، میگوید شما بیایید، بقیه اون با ما. همیشه دعوت میکند که الیه، به نزد ما بیایید. باب را میگوشاید، ابواب حول سائلین مفتوحه، پیش شرطی نمیگذارد برای مصالحه و صلح، همیشه آماده مصالحه با بندگان. چقدر رأفت، چقدر محبت به بندگان. العزیز الرؤوف، در اینجا العزیز الغفار. خب هنگامی که قدرت دارن، ما وقتی که دستمون به کسی نمیرسه، توان نداریم، میگیم گذشتیم، به خدا واگذار کردیم. چرا؟ چون نمیتونیم به خودمون واگذار کنیم، چون توانی نداریم که کاری انجام بدیم، میگیم به خدا واگذار کردیم. اما وقتی العزیز با تمام قوت بگوید الغفار، میتونیم همه کار با شما بکنیم. میپوشانیم فعلا، میپوشانیم و مست. اینها لذت داره، یعنی شناخت صفات خداوند. عزیزان، اینی که میگن بالاخره معرفت الله ریشه همه چی رو درست میکند، وقتی این صفات رو انسان میفهمه، درک میکنه، آشنا میشه، بعد لذت عبودیت در کام انسان چیز دیگری میشود،
طعم دیگری پیدا میکند. فرمود من شما رو دعوت میکنم به العزیز القفار، لا جرم ان ما تدعوننی الی لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی، هیچ شکی نکنید آنی که شما من رو به سوی اون میخوانید، اون چه جز خدا که من رو شما دعوت به اون میکنید که میگویید من بیام اختیار رو بدم دست آقای فرعون، این رب من باشد. میگید حالا هر کی آفریده است آفریده است، اما اداره کننده فرعون است، رب اعلا اوست. شما اون کسی که اختیار رو دستش میدید بدونید لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره، نه کاری از او در دنیا برمی آید نه در آخرت. او نمیتواند دعوت داشته باشد، او نمیتواند اون صدای اصلی رو بلند کند، نمیتواند خواسته حقیقی غالب رو در وجود داشته باشد. اینها همه ضعف آدمیان است. ما ارادمون عزیزان مغلوب گاه به بعض از حوادث جزئی خلقت میشه. تمام تدبیر ما رو میبینید، تمام نقشه های ما رو، تمام مسائل ما رو، یه سیل به هم میریزد، یه زلزله به هم میریزد. ما چقدر میتوانیم حاکم باشیم برای این پدیده های این چینی خلقت که اینا پدیده های ساده اطراف ماست، چه رسد به اون اراده های غالب و برتر خداوند سبحان در وجود. فرمود لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره، در دنیا که هیچ، در آخرت هم این معبود ها، این فرعون ها، اینها چه میتوانند برای من و شما بکنند. و ان مردنا الی الله، و بدانید مرد ما و بازگشت ما به سوی خداست. وقتی عرض میکردم به دوستان از رجوع به سوی خداوند سبحان برای همه طوائف و طبقات تعبیر به رجوع نمیکنه قرآن. گاه خب ما آمده ایم هبوط آمدیم، حال میخواهیم برگردیم. از این بازگشتن برای بعضی ها تعبیر به رجوع میشود، اما برای بعضی ها تعبیر به رد میشه. ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده، عده‌ای رجوع میکنند باز میگردند، عده‌ای را باز میگردانند، عده‌ای در برگشتنشون کرامت نیست، اینا مرد دارن، اینا رد دارن. به این تعبیر و گاه خداوند در قرآن به کار میبرد. در اینجا فرمود و ان مردنا الی الله، بدانید مرد به سوی خداست. و ان المصرفین هم اصحاب النار، و مصرفین هر آینه اینها ساکنان کوی عذاب خداوند و قهر و دوزخ الهی هستند. خب اینجا چه بحث اسراف بود که میگد ان المصرفین، کلمه مصرفین در اینجا، این همون بحث کلی است که همیشه گفتیم که مپندارید که اسراف در قرآن در یه مقوله خاصی گنجیده است. نه، همه چیز تو وجود اسراف دارد. یه وقتی عرض کردم در نوبت قبل، گفتم ممکنه اسراف علی نفس باشه، ممکنه اسراف علی الله باشه، ممکنه اسراف علی الخلق باشه، ممکنه اسراف مادی باشد که ما بیشتر با این قسمش آشنا هستیم، اسراف ممکنه حقوقی باشه، ممکنه اسراف عرض به خدمتون اخلاقی باشه، اعتقادی باشه، ممکنه اسراف شهوانی باشه. مگر قوم لوط رو خدا چه میگوید؟ اینها قوم مصرفن. هر چیزی که از هنجار و اندازه خود فراتر میرود در قرآن و در نظام آفرینش الهی، اسم این اسراف است. هر چیزی که از حدش فراتر بریم، اون اعتدال و حد و اندازه رو نگه نداریم، اونی که قدر فحدا، اون که تقدیر الهی است، اندازه های الهی است، وقتی این اندازه ها و حدود و فاکتورهای الهی رو زیر پا میگذاریم، قدم رو اون طرف میگذاریم، اسراف است. حالا تو استفاده از قوای جنسیمون، تو استفاده از مهربانیمون، تو استفاده از غضبیتمون، تو استفاده از عقلانیتمون و و و هر چیزی که مرزها و اندازه های اون زیر پا گذارده میشود، عزیزان نام این بدونید تو قرآن اسراف است. وقتی عالی ترین و خالص ترین انگیزه خداجویی را ما بریزیم به پای کسانی مانند فرعون و اونها را رب بدانیم، اسراف است. این استعداد را خدا داده است، ما مصرفانه به کار بستیم. و همینطور قیاس کنید. فرمود و ان المصرفین هم اصحاب النار. دیگه آخرین سخن و آخرین جمله. فستذکرون ما اقول لکم، ما گفتیم و اما گوش شنوایی نیافتیم. خیلی غم‌انگیز این جمله. این مرد موفق شد، در اون نوبت عرض کردم یک تنه کاری کرد که موسی رو از اعدام به زیر آورد، کاری کرد که فرعونی که تصمیم کشتن و قتل موسی رو داشت تکان خورد. کسی که موسی رو کذاب معرفی میکرد، حالا بعد گفت من گمان میکنم که دروغ بگوید، یعنی تعدیل کرد واقعا.
اما در این حال اون نتیجه‌ای که دلش می‌خواسته است که اینها به خود بیایند، متوجه باشند، مانند اون بزرگمرد سوره یاسین: یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، ای کاش قوم من می‌دانستند که خدا به من چه می‌داد. اونها می‌اومدن می‌خوردند، اونها هم بر سر این غفران الهی می‌نشستند، اونها هم با ما شریک می‌شدند، ما برای خودمون تنها نمی‌خوایم عنایت الهی را. این مردان این چنینند، اینا هیچ بخلی ندارند. ممکنه امثال بنده دوست داشته باشن به جایی که رسیدن دیگه کسی اونجا ننشینه، اما اینها دوست دارن همه اونجا بنشینند، همه رو با خودشون بالا بیاورند. فرق عمده پیامبران الهی این است که تمام همتشون رو مصروف میکردن که دیگران رو با خود بکشن بالا. این بزرگ مرد میگوید: فستذکرون ما اقول لکم، ما آنچه گفتیم الان خیلی هاتون توجه نکردید، اما به زودی فستذکرون ما اقول لکم، متذکر خواهید شد به آنچه من برای شما میگویم. میآید زمانی که پرده ها از چشمتون برداشته میشود، حقایق را آشکار میبینید، اونگاه این غفلت ها و جهل ها و ظلمت ها به کناری میرود، میبینید که آنچه من برای شما بازگو کردم حقایق ناب الهی بود. من نابترین سخنان رو ارزانی شما کردم، آیا چه مقدار بها به عرائض و گفتار و سخنان من دادید یا ندادید؟ و ستذکرون ما اقول لکم، این از من تمام و دیگه با شما من ارزی ندارم، من با دیگری سخن میگویم و پرونده رو میبندم. و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. خیلی جمله زیبایی است. این همینه که گاه شما عزیزان و دوستان محترم بر زبان جاری میکنید و در شدائد، و که چقدر هم مهمه. حالا در ادامه بحث عرض میکنم این رو. گفت افوض امری الالله، تفویض میکنم کارم رو به خداوند سبحان، که ان الله بصیر بالعباد. به یه مناسبت جزئی از این رو در سوره مبارکه یونس با بعضی از دوستان در میان گذاردم. ببینید عزیزان، در مراتب سلوک در ارتباط ما با خداوند سبحان ما سه پله داریم، سه مقام داریم. یعنی در اون بدایت و در اون ابتداء کار، موحدان وقتی به صحنه می آیند، اینها نمی توانند از خودشون غافل بشند. اینها میان و ارتباطشون رو با خداوند سبحان در قالب توکل اجرا می کنند. اینا میشن متوکل علی الله، توکل بر خداوند می کنند. خب توکل بر خداوند چه چیز؟ من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکل بر خدا کند خداوند او را کفایت می کند. آم می دانید توکل کجای کار است و توکل چه مفهومی دارد؟ توکل همین معنایی که الان ما اصطلاحا داریم به کار می بریم. فلان کس در این مسئله اطلاعاتی ندارد، در این مسئله اجتماعی، در مسئله حقوقی جزایی مشکل دارد، احساس می کند که اون دانش لازم رو در این قضیه نداره. امروز مسئله قضاوت بسیار پیچیده است، قوانین حقوقی دشوار، لذا طبعا مراجعه می کند به کاردان این مسئله و به یه وکیل محترم مراجعه می کند. با آقای وکیل قراردادی امضا می کند و عرض به خدمتون، وکالت به وکیل می ده. یکی وکیل است و دیگری موکل است. آقای وکیل تصمیم گیری می کند، با ایشان در میان می گذارد، لایحه می نویسد، با هم گفتگو میکنن، مشورت میکنن، بنده وکیل تعیین کردم، من اینجا نشستم، آقای وکیل کار انجام میدهد. و بدونید عقد وکالت از جهت حقوقی و از جهت فقهی عقدیه که همیشه با عزله، یعنی همیشه انسان میتواند وکیل رو عزل کنه، مگر اینکه در متن وکالت این حق نفی شده باشه، یعنی وکالت بلا عزل بده، و الا ذاتن وکالت متزلزله، یعنی هر زمان که انسان بخواد میتونه وکیل رو چیکار کنه؟ بگه بفرمایید، خیلی متشکرم، حقوقتون رو میدهیم، بفرمایید جای دیگری. در ذاتش اینه، لذا باید اینو با یک عقد خارج لازمی، این عزل رو به اصطلاح این وکالت رو لازمش کنن، جائز نباشه، و این رو قطعیش بکنن. و الا میتونه انسان همیشه وکیل رو بردارد. توکل بر خداوند سبحان چنین حالتی دارد. ما توکل بر خداوند میکنیم، اما ما توکل بر خدا کردیم، خداوند وکیل ماست. و شاید هم یه وقتهایی به ذهنمون بیاید که خب حالا این عرض به خدمتون ادامه بدیم ادامه ندیم مثلا این مسیر وکالت را، آیا باز هم به امر این وکیل عمل کنیم یا نکنیم، ممکن این ذهنیت هم بیاد. اما در این حال این وکالت است و توکل است، این توکیل است و توکل است.
وقتی که مؤمنین گامهای برتر رو برمی‌دارند، یعنی در این مبادی و در این مقدمات نمی‌مانند، اوج می‌گیرند، بالهای اینها گشوده می‌شود، شاهبال میدان ایمان میشن، میان پر میزنن، پر میکشن، به کلاس بعدی میرسن، رتبه بعدی و مرحله بعدی تفویض است. گام بعدی تفویض است. تفویض یعنی چه؟ یعنی انسان مسلمان و مؤمن و موحد. دیگه اینجا بحث وکالت نیست که تو هستی ما هم هستی. گاه در پرونده ها میگن آقا لازم است که موکل محترم هم در دادگاه شرکت کند. دیدی تو پرونده ها اینو قضات مینویسن. اما در تفویض یعنی بنده المفوض کار رو تفویض می کنم، یعنی واگذار می کنم 100% تمام اختیارات را به اون طرف مقابل خودم، به اون کسی که تفویض به او شده است، المفوض الی. دیگه من هیچ اختیاری ندارم، سلب اختیار کامل. تو دادگاه هم منو احضار نمی کنن، تمام اختیارات رو واگذار کردم. این میشه تفویض دیگه، عزل و مزل و اصلا این مسائل نیست دیگه، تمام امور واگذار شده است. این تفویض است. تفویض مقام بالا است در ارتباط با خداوند سبحان. افوض امری الله. اما یه نکته تو تفویض هست، خیلی بالاست، خیلی مقام بالا است تفویض. اما ممکنه کسی که کار رو به خداوند تفویض کرده است و در مقام مفوضه، بالاخره گاهی هم تو ذهنش یه کمکی ناپسندی از این اوضاع باشه. حالا اگر اینطور نمیشد چه میشد؟ اگر اوضاع ما یکم از این بهتر میشد، کجای خلقت دچار زیان و ضرر میشد؟ اگر ما این بیماری رو نمیکشیدیم، خدایا چی شد که این رو برای ما قرار دادی؟ مثلا اگر قدری گوشه آسمان باز میشد میبارید بر سر ما یه چیزی، این به کجای خلقت لطمه میخورد؟ ممکنه در دل انسان در حالت تفویض یه چیزهایی بیاد، یه مخاطراتی تو ذهن بیاد، خطور کند یه مسائلی در ذهن. این مقام تفویض است، بسیار عالی است. وقتی که انسان به اون اوج کمال میرسد، دیگه اون اوج عبودیت و اون شاه بیت غزل سلوک، این مقام سومه که نام اون تسلیم است. توکل، تفویض، تسلیم. تسلیم دیگه آن است که دیگه لیس فی الدار غیره دیار. تسلیم آن است که انسان نه تنها تمام امور را واگذار کرده است، دیگه اصلا منی وجود ندارد که من واگذار کرده باشم، اصلا من نیستم که بخوام واگذار کنم. دیگه من در قبال او چیم؟ دیگه من اصلا عددی نیستم که بخوام. آیا این تصمیم خوب است یا نه؟ آیا من میپسندم؟ اصلا منی نیست که بگم میپسندم یا نمیپسندم. و این اون مقامی است که مردان بزرگ الهی، انسانهای وارسته خلقت، شایستگان عباد صالح خدا به این مقام میرسن. این همان مقامی است که توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. آخرین خواسته یوسف اینه، خدایا رب قد آتیتنی من الملک، دنیا دادی، علمتنی من تأویل الاحادیث، علم دادی، اما خدای اینها یوسف رو اقناع نمی کند. اونی که یوسف رو اقناع می کند اینه که یوسفی نباشد، توفنی مسلمن، تو باشی به جای یوسف. اذا قلت ما از نبت و قالت مجیبتن وجود و که زنبون لا یقاس و بهی زنبو، گفتم ای وای محبوب من، گناه من چیست؟ گفت گناهی نداری، وجود تو گناه توست. اذا قلت ما از نبت و قالت مجیبتن وجود و که زنبون لا یقاس و بهی زنبو، اینم اون گناهیست که هیچی نمیشه با این قیاس کرد. یعنی تو اگر بگی انا، تو اگر بگوی منم، خب دادم کار را به جناب عالی، این تمام است دیگه. تسلیم اینه که دیگه اسلمت لرب العالمین. ابراهیم میگوید، یوسف میگوید، یعقوب میگوید، وجود مقدس ختم رسولان محمد مصطفی. نبی مکرم میگوید و اون مقامی است که دیگه رزن به قضا تسلیما لامرک لا معبود سوا، که اون سالار بزرگ آزادگان جهان در اون زهر داغ عاشورایی میگوید. این اون مقام تسلیم اونچنانی است. پس این سه مرحله هست در سلوک، بدانید. و این چنین است، این بزرگ مرد گفت و افوض امری الی الله، دیگه من واگذار کردم، دیگه من توان من همین بود، وظیفه من همین بود،
و گفتم و حجت رو بر شما تمام کردم. ان الله بصیر بالعباد. حالا نکته لطیف اینجاست، فوقاه الله سیئات ما مکرو. فوقاه الله، کلمه فوقاه الله، وقا یقیق وقایه، کلمه وقایه، وقا نگهداری و حفظ است، یک کسی رو از خطر نگه داشتن، اما از خطر مسلم قطعی. وقتی که یک کسی رو از یه حادثه و خطر مسلم نگرش میدارن، اینو وقایه براش قرار میدن، اینو وقایه براش قرار میدن. این میشه کسی که نگرش میداره میشه واقی، واق این نگاه دارنده، اون از خطر و اون حادثه جدی است که براش پیش میاد. قبل از اینکه آیه رو بگم، ببینید از همین کلمه شما تقوا رو به کار میبرید. تقوا از ماده وقایه میاد دیگه. تقوا یعنی چی؟ یعنی اینکه تو زندگی وقتی انسان میداند مسلم لابد خطرات، اصلا قطعی است خطر در زندگی انسان، کدام زندگی است، کدام انسان است، کدام وجود است که این راه پر پیچ و خم پر خطر پیش روی او نباشد. همه ی آدمیان خطرهای سهمگین دارند در زندگی. اصلا مسیر بندگی مسیر پر خطری است عزیزم، مسیر طاعت مسیر پر خطری است، مسیر کمال مسیر پر فراز و نشیب است. مگر راه ساده است؟ مگر به سادگی میتوان دست یافت؟ این خطرات رو باید یه جوری سامان داد، باید مدیریت کرد این بحران رو، باید یه جوری از این مسیر بدر آمد، باید از این میدان مین و آنچنانی که اگر پا رو چپ و راست بگذاری منفجر میشه خارج میشی. و این نمیشود مگر به تقوا. این ولباس و تقوا ذلک خیران لکم است. تقوا این کار رو انجام میدهد، یعنی این بحران‌های زندگی، این بحران‌های درون و برون انسان رو که شرزاست، این خطرات مسلم رو حفظ می‌کند. تقوا یه چنین عاملی است، همان که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه به زیبایی میگوید اتق من کل ملکه، نجات من کل هلکه. اتق است، تقوا آزادتون میکند از زنجیرها، تقوا نجاتتون میدهد از خطرات مسلم و از لغزش ها. این همین از همین ریشه میاد، از همین میشه وقایه میاد. فرمود فوقاه الله سیئات ما مکرو. وقتی این انسان چنین کرد، خدا او را حفظ کرد از سیئات و زشتی هایی که مکر کردن برای او فرعونیان. دو سه بحث هست و بگم رو مطلب رو تا حدی جمع کنم خدمت عزیزان. از آیه چنین فهمیده می شود که وقتی این بزرگ مرد به اینجا رسید، کارش دیگه تصمیم قطعی گرفتن دیگه، مثل این که جاییست که دیگه باید سر برود دیگه، جاییست که احتمال خطر شدید براش وجود دارد. اما هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. بناست که خداوند این مرد رو نگه دارد. این انسان انسان وارسته است، این سلوک رو دارد، به این مقام رسیده است، حقگو، آزاده، وارسته، مدافع حق آزادگان، با این خصوصیت حرکت کرده است. حاشا و لطف خداوند سبحان که حامی این بندش نباشد، که حامی اولیاء اوست، حامی بندگان خوب اوست. این سنت خداست که باید حمایت کند از چنین انسانهایی، و خداوند حمایت میکند و خداوند لطف میکند به این انسان. تصمیم گرفتن فرعونیان این رو به مکر از میان بردارند. اینم باز نکته دوم، اینم سنتی است که خداوند دارد در خلقت. خیلی از بندگان خوب خدا هستند، از آن هیچ خبری ندارن که پشت سرشون چه خبر است، چه مکرها و نقشه ها براشون دارن خیلی ها. اما دست تدبیر و تقدیر الهی است که این مکرها رو باز میکند، رو میکند. و حالی که اون بندگان خدا ممکن است خواب باشند، خبری هم نداشته باشند، اما دست این وعده خداست که فوقاه الله سیئات ما مکرو. خداوند این دست ها رو رو می کند. بعد می شود من حفر بئرا لاخی و قعفی. بعد خود او ماکرین می افتند تو این مکرها، دست و پا می زنند و این بندگان خوب خدا بیرون میان، اینا گرفتار نمیشن. خود اون کسانی که میخواستن ایجاد شر کنن، خود اونها در این شرشون میسوزن و گرفتار میشن. اینها سنت های قرآنی است. ایمان داشتیم تو زندگی میبینیم، ایمان نداشتیم بحث دیگه است. فرمود خداوند سبحان. سه، این که اینو در زبان امام صادق داریم که حضرت فرمودن وقتی تو مشکلات و شدائد هستید همین جمله قرآن رو بگید. اصلا البته گفتن تا اعتقاد فرق است، اما حداقل بگید همین رو، به زبان جاری کنید که افوض امری الی الله
ان الله بصیر بالعباد. فهمیدن آیا ندیدید وعده خدا را؟ وقتی این گفت بعد چی شد؟ فوقاه الله. شما بگید تا خدا از مکرها بیرونتون بکشد، شما بگید تا خداوند حفظتون کند و مسونتون بدارد. البته عرض میکنم، تکرار میکنم، ببینید گفتن خوب است. اینو ما در مطلق ذکر همه جا عرض میکنیم به عزیزان، خیلی ذکر هاست، خیلی از کلمات، آقا این اثر داره یا نداره؟ مسلم اثر داره، هیچ ذکری نیست که مؤثر نباشد. ذکر شر هم مؤثر است، ذکر خوب هم مؤثر است. شما یک کلمه زشتی رو به زبانتون جاری کنید بدون که هیچ قصد چیز داشته باشید، عذرخواهی میکنم، پوزش، یه تسبیح دست بگیرد کسی یه صبحی مثلا هر روز صبح 100 تا یه مرتبه یه فحشی رو تکرار کند، و بعد از 40 روز چه حالتی پیدا دیگه؟ حداقلش اینه که براش عادی میشه این فحش. کسی که 1000 مرتبه 10000 مرتبه این فحشو داده، هر صبحگاه از خواب برخاسته است با این کلمه، خب دیگه اگر روز 20 هم به مردم بگه طوریش نمیشه دیگه، یک آلرژی پیدا کرده است، این عرض به خدمتون حالت خاصی پیدا کرده است نسبت به این که دیگه اصلا دوست داره بگه این رو هستن، اگه نگه کم دارد. التفات دارید؟ ببینید نمیشه ذکر زبانی مؤثر نباشد، مسلم تأثیر داره در روح و جان انسان. اما ذکر وقتی وذکر ربک فی نفسک شد، وقتی اومد در درون و ذکر از درون برخاست، بعد قوقا میکند، بعد شما ذکر میگید و میبینید ذکر را، آثارش را پیرامون خودتون. این مهمه. این مرد کار کرده با تفویض، یعنی این کلاس ها رو پشت سر گذاشت. ببینید در سوره کهف این رو در تفسیر ما گفتیم، موسی آمد و گشت این طرف اون طرف، خدا بهش گفت برو اون آقا هست، برو نزدش، اون کسی است که علمناه من لدنا، ما خودمون بهش علم دادیم، علمش از کتاب و دفتر نیست، همه علمش، برو پیش او. رفت نازش رو بکش، بگو آیا اجازه میدی من دنبال تو بیام بهم چیزی یاد بدی؟ موسی کلیم میگد اجازه میدی من دنبال تو بیام؟ گفت آقای موسی نمیتونی. گفت خواهش میکنم، تقاضا میکنم، قول میدم بتوانم. بفرمایید. راه افتاد. خب ملاحظه فرمودید، رسید به کشتی، کشتی رو سوراخ کرد. آی چرا مال مسلمان رو سوراخ کردی، مال مردم رو سوراخ کردی. رسید به اون غلام، به اون جوان رو درگیر شد و زمین زد و نابود کرد. آی قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، این چه بساطی بود، این چه کاری بود تو کردی. رسید به سوم، آقا بیرون کردن، راندن، آب ندادن، نان ندادن، تو این ده پشت ده دیوار خرابه، گفت بیا گل درست کن جناب موسی، به دست من آجر بنداز، پاره بنداز، نیمه بده، میخوام این دیوار رو درست کنم. آقا اینا نان ندادن به ما، دیوارشون درست میکنی؟ این آجر رو به سر اینها بزن، نه اینکه این آجر رو به دیوار اینها بگذار. گفت نه بیا. گفت جناب موسی بس است، گفتم که نمیتوانی با ما بیایی، حال بیا بنشین. اما سفینه، اون کشتی از مساکینی بود، از گرفتارانی بود که در دریا حرکت میکردن. یه سلطان قاصب پیش روی ایستاده بود، میخواست این کشتی ها رو مصادره میکرد. اگر کشتی اینها سالم میرسید به اونجا مصادره میشد، من سوراخش کردم این کشتی سالم بماند، سالم بماند و حفظ بشه. اون ساکنان کشتی اصلا نمیدونستن که چرا کشتیشون سوراخ شد، حتی شاید گفتن مثلا خدا لعنت کنه کسی کشتی ما رو سوراخ کرده است، شاید این جمله هم گفتن، اما کشتیشون حفظ شد، نفهمیدن چی شد. یه نکته است. اما نکته که من میخوام عرض کنم اینجا اینه، موسی وقتی داره گوش میکند از زبان این معلم، معلم گفت این کشتی را فعرت تو انا عیبه ها، من تصمیم گرفتم این کشتی رو معیوب کنم که بماند. و اما القلام، اما اون جوانی که میگویی، اون جوانی که میگویی، فعردنا، ما اراده کردیم که این خداوند بدل کند به جای این فرزند، این خیلی شر بود، خدا نمیخواست تو این خانواده چنین بچه‌ای باشد، اینو برد یه خوبش بهشون داد به مقتضای احسان و لطفش به این پدر و مادر صالح. اما اون دیوار و اما الجدار فعراد ربک، الله اکبر، پروردگار تو اراده کرد. ابتداعا معلم میگوید اراد تو، من اراده کردم، یعنی ما، من. بعد میگه و اراد نا، ما، من تنها نبودم، ما اراده کردیم. بعد نه منی میماند نه مایی میماند، و اراده ربک، یعنی همین بسه برای موسی، همین معلم همین سلوک رو به موسی تعلیم داد، موسی بیدار است دیگه، متوجه است. ببینید این انسانی که این طور سیر کرده است، اینا گذرون پشت سر یکی یکی اینها رو،
دیگه به جایی رسید که افوض امری، دیگه خدایا تمام از خودت، من موسی کارمون کردیم اما الان کار دست توست، افوض امری الله و ما نظاره میکنیم جمال تو را، کمال تو را، صنع تو را، حکمت تو را، عزت تو را، غفاریت تو را. فوقاه الله سیئات ما مکرو. چنین انسانهایی رو خدا لحظه به لحظه حفظشون میکند، از مکرها و نیرنگها و تزویرها حفاظتشون میکند. و حاق به آل فرعون سوء العذاب، و حاق محاصره کرد آل فرعون را سوء العذاب الهی. یه جمله‌ای باقی مان در این قسمت که این رو بگم که دیگه بحث تمام باشد. فوقاه الله سیئات ما مکرو. قرآن میگه سیئات مکر اینها را. این رو توجه داشته باشید، ما در قرآن دو مکر داریم، هم سیئات المکر داریم یعنی مکر و سیئ داریم، مکر بد داریم، هم مکر خوب داریم در قرآن کریم. یه قاعده ای داریم که این قاعده خیلی مهم است، البته فکر میکنم فرصت گفتن به اون معنا نباشه، فقط یه اشاره مختصری و انشاءالله در ذهن باشد تا برسیم. ببینید پاره از اعمال است که ذاتن اینها نه خوبن نه بدن، بستگی داره به شیوه. شما کنار این پیاده رو بگیرید و حرکت کنید، قدم زدن، قدم زدن در پیاده روی این خیابان، این آیا رجحانی داره؟ کار بدی، قهرن، کار خوبیه؟ نه. تا این که به چه شیوه این قدم زدن باشه. اگر کسی قدم میزند در پیاده روی این خیابان به قصد ایذاء مردم، چشم چرانی، به قصد عرض به خدمتون ایجاد مفسده، خوبی میشه کار، کار زشت، حرام، ناپسند. اما یک کسی قدم میزنه صبح زود آمده است، هوای پاکیزه و عرض به خدمتون دارد ورزش میکند، قدم میزند، این که خیلی کار خوب، قدم میزند که برد نمیدونم به سلی رحم، قدم میزند که برد کاری انجام بدهد از امورات زندگی و امر معاشش انجام، بسیار خوب، مستحب، پسندیده، پاکیزه. قدم زدن در حاشیه خیابان ذاتن نه بد است نه خوب است، این مباحه تا چه باشد. اما یه کارهایی است که به هر شیوه اگر انجام بشه زشته، ابدا استثنا ندارد، مانند ظلم. اگر خدا هم به خلق ظلم کند، خدا هم کار قبیح انجام داده است، چه برسد دیگران به دیگران. ظلم هر شقش بده، استثنا نداره اصلا، کما این که عدل از هر کی سر بزنه خوبه، ولو از ظالمترینه ظالم ها هم اگر عدل کنن یه روزی باید براشون دست مریزاد گفت، باید اینها رو هم تشویقشون کرد و تشکر کرد. عدل به هر شیوهی که باشد خوب است، ظلم به هر شیوهی که باشد بد است. این دو. سوم، یه کارهایی داریم که اینها این حالت ظلم و عدل رو ندارن، اون حالت مباح رو هم ندارن، عجیبه. اینها یه کارهایی هستند که در ماهیت اینها حسن وجود دارد، آم میتواند این حسن بنابر بعض از شرایط بدل بشه به قبح. این حالت مثل این دومی نیست که الا ولا بود دیگه اصلا قابل تبدیل نباشه، نه، حسن دارد، اینا کارهای حسنی است، اما اینها قابل انتقال به غیر حسن است. هم بارزترین چیزی که می‌داریم زود به ذهنمون میاد دروغ و صدق. راستی و صداقت واقعا ارزش ذاتی دارد، دروغ هم قبح ذاتی دارد، اما واقعا این همیشگی است؟ نه، اینطور نیست، اینطور نیست. دروغ یعنی یک گزارش واقعی رو خلاف گفتن. خیلی اوقات تو زندگی باید گزارش واقعی رو خلاف گفت، نمیشه درست گفت. اگر جان یه انسان مؤمن در خطر است، اگر یه انسان وارسته‌ای رو میخوان بکشن، از شما سوال میکنن این آقای فلانی است، اگر شما الان بگویید بله، تیر خلاص رو میزنن. اگر بگید بله و راست بگید در خونش شریکید، باید دروغ بگید اینجا، باید بگید نه کی گفته اینه، اون آقای شما میگید رفت الان اینجا بود رفت، این اون نیست. اگر میخوان مال یک انسان مسلمان رو با آتش بکشن، مال محترمی رو با آتش بکشن و شما ایستادید و میدونید که اگر بگید الان نارنجک رو انداختن، اگر شما صادقانه سخن بگویید عقوبت دارید نه کاذبانه. اگر شما میدونید بین این زن و شوهر، اگر این آقا سوال میکنه این خانم الان این حرفا رو در مورد من میگفت، اگر شما بگید دیگه چی میشه؟ یه جهنمی به پا میشود اینجا، بلوایی میشه، یه زندگی متلاشی میشه. شما اینجا حق ندارید راست بگید، اینجا شما می توانید دروغ بگویید، می توانید خلاف بگید. یعنی ببینید در دروغ، در صدق و کذب هر کدومشون یه
اصالتی دارن، اما این اصالت قابل تبدیل و ابدال است. ما یه مفاهیم این چنینی داریم: مکر، حیله، کید. یه مفاهیم اینطوری است تو قرآن که اینها قابل تأمل بیشتر است و از این نوع دست سوم است که باید انشاءالله در آینده بازگو شود. خداوند حفظ کرد سیئات ما مکرو را، مکرهای بد را از جان این بنده خودش و آل فرعون گرفتار آمدن که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، که انشاءالله باید ادامه مباحث رو با عزیزان در فرصت دیگر در میان بگذاریم. اون چه گفتیم تا پایان آیه 45 سوره شریفه و مبارکه غافر و مؤمن بود که گذشت و تمام شد. انشاءالله ادامه آیات نورانی رو خدمت سروران معظم بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. صلوات ند بفرمایید.